چند کار مهم این روزها در دستور کار ماست. یکی این که ما شهرهای ساحلی رو بتونیم توسعه بدیم. شهرهای ساحلیمون اگر توسعه پیدا کنه و جمعیت پذیری در اونجا اتفاق بیفته و جمعیت ساکن بشه، حتما در حوزه اقتصاد دریا ما اتفاقات بزرگتری رو میتونیم رقم بزنیم. این یکی از برنامه‌های خوبی که در دولت تدارک دیده شده. استانهایی که برخوردار نیستن از ساحل و به هر کدوم از اون استان‌ها در قالب طرح همپیوندی استان‌ها با اقتصاد دریا، هر استان در یک بخشی از ساحل مجموعه بهشون اختصاص میدیم، زمینی بهشون اختصاص میدیم، شهر جدیدی احداث میشه. تمام سرمایه‌گذاران آن استان و فعالین اقتصادی آن استان که هم تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریا دارن، در اون منطقه که به اون استان اختصاص داده شده میتونن سرمایه‌گذاریشون رو انجام بدن. خانه‌هایی که می‌خوایم احداث کنیم به هر استان سهمیه میدیم، در اونجا احداث می‌کنیم. این کار کار بسیار خوبیه. کلیاتش هم تصویب شد، مورد تایید رئیس جمهور محترم قرار گرفت و ابلاغ شد. الان جزئیاتش که انشاءالله در امسال کار اجراییش هم آغاز میشه. الان در مرحله مکانیابی هستیم که این مکان‌های هر استان کدام باشه که به هر استان و به مدیریت همون استان تحویل داده بشه. موضوع دوم، موضوع سرمایه گذاری در بخش بنادر ما هست. این روزها ما با پیشنهادهای متعددی از شرکای خارجی و کشورهای همسایه، فعالین عرصه بندر و دریا در کشورهای همسایه مواجه هستیم برای سرمایه گذاری در بنادر ایران. خب ما موقعیت‌های بندری بسیار خوبی داریم. این موقعیت بندری در کنار تکمیل کریدورهایی که شمال به جنوب و شرق به غرب کشور رو به هم داره متصل میکنه و برخی کریدورهای ما داره تکمیل میشه، برخیش جدید الاحداث هستن، برخیش دارن دو خطه میشن در بخش ریلی، در بخش جاده هم داره تکمیل میشه، یه نقش شایان توجهی رو بخشیده. یعنی ما به راحتی از جنوب از دریای آزاد کالا رو میتونیم به شمال کشور هم کنیم و به کشورهای شمالی، کشورهای CIS، روسیه و حتی به اروپا به راحتی منتقل کنیم. این نقش جغرافیایی یک اهمیت ویژه‌ای به ایران بخشیده و کشورهای همسایه، کشورهای حاشیه خلیج همه و همه تمایل دارن از این کریدور استفاده کنن. یعنی هم کشورهای شمالی ما، کشورهای همسایه دریای خزر ما تمایل دارن استفاده کنن از این کریدور، هم همسایه‌های حاشیه خلیج فارس تمایل دارن استفاده کنن این کریدور برای حمل کارا به شمال کشور.